پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی تا اکنون 7 اتشه تجارتی به هدف بهبود روابط اقتصادی در کشورهای ایران، پاکستان و برخی کشورهای دیگر معرفی شدند. وزارت صنعت و تجارت میگوید که به تازگی محمد هارون سعیدی همچون اتشه تجارتی در ترکمنستان معرفی شده و انتظار می رود به زودی اتشه تجارتی در استانبول نیز معرفی شود. هم ما توانستیم تا الحال به تعداد 7 اتشه تجارتی در کشورهای مختلف داشته باشیم. در کشور پاکستان یک اتشه تجارتی در کویته، یک اتشه تجارتی در پشاور، یک اتشه تجارتی در کراچی و یک اتشه تجارتی دیگر هم در اسلام آباد است. در جمهوری اسلامی ایران هم یک اتشه تجارتی در تهران داریم. در کشور ترکمنستان هم یک اتشه تجارتی در عشق آباد می باشد. همزمان با این، وزارت اقتصاد معرفی اتشه‌های تجارتی را در نمایندگی‌های سیاسی امارت اسلامی در جلب سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصاد کشور مهم می‌داند. اتشه‌های تجاری در نمایندگی‌های سیاسی ما در معرفی جاذبه‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان و جلب و جذب سرمایه خارجی نقش مهم و اساسی ایفا می‌کند. از سوی هم برخی از آگاهان مسائل اقتصادی حضور اتشه‌های تجارتی را در همکاری‌های منطقه‌ای مهم می‌دانند. اگر اتشه‌های تجارتی درست مقرر بکنند و بر اساس تخصصشون به و تجارب در این مورد داشته باشه و در پالوش هم در خط او نمایندگی‌های سیاسی هم کار را همراهشان پیش ببرند، فکر می‌کنم که یک قدم نیک برای سکتور تجارت و برای تقویه سکتور تجارت در او کشورهایی که چنین تشاها میرن هست. برای مارکتیابی بخاطر مواد کشور بازاریابی و نمایشگاه تاسیس کردن در کل مسائل تجارتی را در کشور خارج پیش میبره و بخاطر اقتصاد کشور مساعدت میکنه. هرچند که امارت اسلامی با برخی از کشورها مانند چین، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، امارات متحده عربی، ترکیه، روسیه روابط دیپلماتیک دارد، اما تا کنون در شماری از این کشورها اتشه تجارتی معرفی نشده است.